پس عمقی برای رامین رضاییان می‌تونه میتونه گل بزنه و توی دروازه اولین گل این فصلش هم رامین رضایی تا سواد دو بر صفر در مقابل استقلال اهواز پیش بیفته سواد دو استقلال احواز صفر رامین رضایان گل میزنه توی شنسه که بازی میکردی مهاجم بودی و حتی آقای گل هم شده بودی؟ بله من آقای گل گوله... امیدا بازی میکردم و بزرگ سالان امیدا آقای گل شدم و همون سال رفته بودم راهن بین 300 آقای گل هم که تست داده بودم راهن زمان آقای تارتا و یه مربی هلندی بودش آقای میتی تارتا که من بعد 10 دقیقه من و یه بازیکنی بود اسمش همیشه فراموش میکنم سایپام هم رفته بود بعدش دو تا بازیکن رو کشوندم بیرون بین 300 نفر تستی بودیم ما رو کشوندم بیرون گفتم برو باشو قرارداد به من که رفتیم اون موقعی قرار داخلی پنج ساله بسته بودم با آقای مایلی و اون داده دیدم که اصلا یه آفر بهتر اومد از سبا سبا, سبای قوم بود باشگاه آسیان بود آقا عادل که دیدم شرایطش شد کنارم هم گوشم دیدم هم مالیش بهتره هم فوتبالی میرم کنار بازیکنهای بزرگتر و مسیرم اونجوری شد که رفتم سبا میزنی ببینیم رضایان چی کار میکنه زربش رو میزنه و توپیکست گو توب درون دروازه قرار میگیره و چه کسی هم گل میزنه رامین رضاییان کسی که های ویسی خیلی دوستش داره در این مسابقه 90 دقیقه بازیش داده و اولین بار عبدالله ویسی تو رو گذاشت دفاع راست یه جورایی مدیونش هستی که تو رو در واقع ترغیب کرد که بیا پست عوض کنی باید در دفاع راست بازی کنی آره من اون موقع وینگر راست بازی می‌کردم وینگر راست بودم فوروارد بودم کسی که وینگر راست بازی میکنه مسلما دفاع راست هم می‌تونه بازی کنه و یه بازی با تراکتور تر... تراکتور تبریز آقای جاسم کرار وینگر چپ بود اون موقع رو اوج فوتبالش بود آقای عبدالله ویسی من گفتن که تو این بازی می‌خواد دفاع راست استفاده کنم ایشونو کنترل کنی بیشتر کار دفاعی کنی بهترین راست تاریخ فوتبال ایران خیلی راست خوب ما زیاد داشتیم در این سال ها از حالا ابراهیم آشتنی گرفته که خب ما بازش خیلی کمتر دیدیم گرفته تا شاهین بیانی و نمیدونم این همه بازی کنه که تو این سال های اخیر حسین کربی نمیدونم خسرو ایدری حالا مهدی مهدوی کیای زمانی دفاع راست بازی می و ووریا قفوری خیلی هم میگم بازیکن کیو کلا در این همه سال بازیشو خیلیشون دیدی با عنوان بهترین دفاع راست و جمشیدی ناراحت نشه اسمش نگفتی پژما نه پژما اوکیه <applause> نه همشون که مطمئنا بودم بودن های خیلی بزرگی بودن و من بخوام سبک بازی که بخوام بگم دوست داشتم من مثلا سبک بازی کافر رو دوست داشتم از خارجی, خارجی بخوام بخوام بگم سبک بازی مثلا دنیال رو به شدت دوست داشتم توی آرنولد و توی لیورپول مثلا الان دوباره داره برمیگرده مثلا توی سالهای پارسال و دو سال پیش میدم مثلا یه چیز عجیب غریبی ضعیف شده بالا مطمئنا مسائل حاشیه‌ای درگیر شده بود آرنولد بی‌نظیر خیلی فوتبالیست خوبیه الان توی سپاه خوب تو بهترین فرم خودت قرار داری کلا مثل که با پرتغالی کمتر به مشکل برمیخوری چون با کیروش بهترین عمل کرده داشتی با مورای سم به نظر میرسه که چون این وضعیتی داری از اینکه به این بلوغ رسیدم و واقعا خوشحالم بابتش و اینکه مربی بزرگی کار کردم واقعا لذتش هم خودم برم هم سعی کردم عملکرد خوب خودم رو تو تیم ها داشته باشم اینکه با مربی پرتغالی موفق تر بودم حالا مربی ایرانی کمتر نه مثلا با آقای فراد کازمی سالی که توی راه هم بودم بعد چهار سال بازی کردن توی پنج سال بازی کردن تو لیگ یه مربی خورم همیشه با افتخار از آقای فراد کازمی اسم میبرم به خاطر اینکه یه اعتماد به نفسی من داد و یه حرکات تاکتیکی مثل استوب تو حرکت مثل آگاهی فوتبالی یعنی قبل از اینکه توپ به شما برسه آگاهی توب... محیطی داشته باشه آگاهی محیطی داشته باشه که قبل از اینکه توپ به شما برسه تو گرفته باشی و اینو تو فوتبال روز دنیا الان داری میبینید و سرا رو میبینید که قبل توپ چقدر برمیگره ما این چیزا رو نمیدونستیم آقا در بعد پنج سال تو بازی کردن تو لیگ برتر ایران من اینو نمیدونستم و وقتی اون آگاهی رو از یه مربی ایرانی گرفتم و هر روز وای میستاد خودش تنها آقا فراد با من کار میکردین اینو تمرین میکرد با من و باعث شد که تا همون سال من نه تا گل بزنم و دعوت بشم به تیم ملی و سال بعدش برم پرسپولیس. بچی بر کار میکنه تو پرو میفرستن. فرصت برای استوا راهن به توی دروازه انجام داده یک ضربه سر و وسیله بهادر عبدی حالا اینش توی دروازه. دامین رضایا راهن با پیکان بازی داشت و گل زدی و با سمت مرفا شادی بعد از گلت میشه اسمش حاشیه گذاشت؟ اصلا نمیشه. بازی بود که برای نیافتادن بود یعنی بازی چرای فینال بود آخرین بازی ما بود و ما دو هیچ عقب بودیم ما قادل یکی چا دویچ هیچ پیکا ما رو میبرد میمون تو لیگ و ما میبردیم صعود میکردیم و تیم بودیم که اگه یادتون باشه همه گفتن راه هم میفته می می و یه امتیاز فایش هم عقب بودیم اون بازیه من یه, یک... کاشته زدم به آقای مهتی رحمتی که از قشنگ‌ترین گلام بود به سید رحمتی زدم یه گل هم دیدم پنالتی شد دقیقه 93 -2 -2 بودیم که اون پنالتی هم زدم تو گلشم خوشحالی می‌کردم چون هم سمت آقای کاظمی اون اون خوشحالی دوستشم رو تقسیم کنم ناخواسته از کنار نیمکت رد شدم و آقای مرفاوی که من خیلی دوستش دارم شخصیتی رفتاری مربی من بوده و همیشه مثل یه پدر من دوستش دارم اون لحظه خب تو تحت فشار بود دیگه تیم تیم پیکانی که مثلا کاندید افتادن نبود آقا عادل و اون بازی افتاد و اون دقیقه 92 میدونش دیگه دیگه تیمش بر نمیگرده و دست منو پیچون دو یه من بود من خیلی دوستش دارم خودشم میدونه اصلا ما یه دوستی داشتیم خیلی از این باشه من کنار زمین شما دقیقا حالا فیلم بعد گل همو دارید وقتی شما میدویدم محسین ها سمت من رفتم تو خاکی دیگه اصلا اون لحظه گل سبو یه تیم بحرانی تو این شرایط من فقط خواستم خوشحالی کنم بعد آسمان اومد اون کرد اون حرکت کرد خب عصبانی بود من ازش معذرت خواهی میکنم من اون موقع هم آقا عادلس. آقا سمد من دوست دارم اصلا مگه میشه همین الانش دارم یه موقع جوانان تیم ملی داشتم میرفتن اولین نفر رفتم تو اردو رفتم کنارش بچه ها صحبت کردم رفتم کنارش اصلا این شیطنت نبوده خب... برای جای ملت های 2015 رفتی پرسپولیس از بچگی واقعا پرسپولیسی بودی شک نکنید دوست داشتم خب یعنی يعني... حالا کار حرفه ای نیست آقا عادل من الان تو تیم سپاهانم بخوام در مورد علاقه ام عشقم به هوادارای پرسپولیس بخوام بگم این کار حرفه ای نیست ولی چیزی که هست من با رفتارم با فوتبالم همیشه به هوادارای پرسپولیس نشون دادم که من آدم حرف نیستم من سعی میکنم همیشه تو زمین براتون با جون و دلم بازی کنم و چه اونجا چه همه جایی که زندگی کردم سعی کردم واقعا شرافتمندانه زندگی کنم و خیلی عجیب پرسپولیس شروع شد شکست پشت شکست تهج جدول قرار گرفتن بعد حتی برانکو در آستانه اخراج قرار گرفته بود بعد یهو یه تیم شروع کرد نتیجه گرفتن و روز آخر تا آستانه قهرمانی هم پیش رفتید خیلی سال درخشانی بود یعنی یه درسی بود که شما میتونی تای جدول هم باشی ولی همش امید به قهرمان شدن امید به بردن داشته باشی و این اتفاقات خوب مطمئنا تیمی بوده همه تاثیرگذار بودن و قهرمان نشدیم و هیچی از ارزش های اون تیم کم نشد و باعث شد سالهای بعد قهرمان بشه پرسپولیس. کلا تیم تو فوتبال تماشاگر پسند ارائه میداره اما موقع شکل تیمه نشون میداد تیم داره مسیرش درست میره ولی خب حالا اشتباهات فردی بود اشتباهات داوری بود بعد شانسی این همه دست به دست هم داد و باعث شد یه عقب افتادگی خیلی زیاد به لازم امتیازی داشته بشه و بعد در نهایت رفتید و جبران کردید ولی معلوم بود که تیم تیم آینده داریه بله بعد هم ثمرش رو دیدید که سالها سالها پرسپولیس بود و داربی برگشت یکی از بهترین بازی‌های پرسپولیس بود که 4 تونست تونسته رو شکست بدید روی برای پرسپولیس باز یه به من همیشه به تیم رقیب که تو پرسپولیس هم بودم احترام میذارم حتی بعد اون بردم گفتم که به بازیکنامون یعنی توی رخکم بودیم گفتم که تا اونجا که میتونید حالا خوشحالی بکنید ولی یه جوری باشه که شکننده نشه دل دل هوادار استراد به اون بردی که ما داشتیم خب یه بردی بود که واقعا تعاملش یعنی چی بگم یه برده مثلا نتایجی رقم خورد که تو اون بازی یه اتفاقی بود که خیلی سخت بود برای هوادارای استقلال و من همیشه وارد دربی که می شدیم آقا عادت چیزی که برای من خیلی مهم بود که هوادارایی که میان لذت ببرن و به نظر من حالا این گفتنش یه خوب نیست ولی فوتبال زیبا رو از نظر من یه تیم بازی میکنه که دفاع چپ و راستش توی حمله برتری عددی بدن و یه یه برتره عددی حجومی ایجاد کنن توی دروازه حریف و دربی وقتی ل... دربی که موقعیت شما نبینید فوتبال نبینید هیچ لذتی نداره حالا بیایم در مورد ای داوری بخوایم صحبت کنیم ای من اصلا واقعا فراری از این بازی ها من دوست دارم یه روز تیمم اصلا من عاشق بازی ام آقا قادر که هوادارهایی که بین استادیوم لذت ببرن یعنی یه روزی که من تیمم موقعیت نداره موقعیت نمیسازه تو زمین دیوونه میشم یعنی حالم بده میگم این هوادارایی که اومدن حتی اگه به بازی آقا ولی موقعیج فوتبال بازی کنی دست برات میزنن میرن چون عاشق ما خودم لذت میبرم یه تیمی رو میبینم فوتبال حجومی بازی میکنه ولی اصلا میبازه ولی اون فوتبال باعث میشه من انقدر هیجانات بازی انقدر تاثیر بذاره انقدر لذت ببرم که حالم خوب بشه ولی این دربیایی که ما داریم میبینیم حالا من کلا دارم صحبت میکنم ببینیم برای یعنی برای دل مردم هم بیاین فوتبال بازی کنیم فقط چیزای شخصی رو نبینیم یعنی بذاریم هوادارامون لذت ببرن از بازیمون تا هیجانات بیشتری رو حس کنن و تو همون بازی پنالتی شد تو متی تارمی سر پنالتی زدن با هم یه فراتر از بگو مگو داشتی دیگه نه، بابا آقا دیگه بی خیال دیگه اینه که دیگه من یادم چی داشتیم اوس... کل... استاد لبخونی چی لبخونی کردیم اینجا هیچی <تص> نه <تص> 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 من از مهتی خواستم که اون پنالتی رو من بزنم خب به خاطر اینکه مهتی قبلش گل زده بود دوستشم دوستشم من بزنم اون پنالتی رو ولی خب نزدیم حالا متاسفانه مهتی هم خراب کرد اون پنالتی رو میگفت رام دیدی دی تو باعث شده من گفتم من چی کار دارم حالا تو پنالتی رو ولی اینا جوونی ها بود دیگه شاید الان برگردی میگم مهتی تو بزن اصلا ولی با ادامه تونستی تو بزنه دیگه آره گلم زدم خیلی هم لحظه قشنگی بود برای من و اتفاق فوق العاده بزرگی بود و بعد فصل رسید به اون بازی دراماتیک آخر شما با راهن بازی داشتید و همزمان هم, هم خوزستان بازش با زوباهن کار به تفاضل گل کشیده بود تفاضل اونا بهتر بود شما بعد گل بیشتر میزدید بعد تو هم بازی پنالتی رو تبدیل به گل کردی آه چی؟ <تصفح> آره من هم گزارشگر بازی بودم بعد حالا گل زدی مثلا همه تماشاگر رو تو این شور حال اینکه همه میدونستن خودت هم میدونستی عمر زوباهن مثلا گل خورده و اینا نمیدونستی چرا با میدونستی؟ به خدا نمیدونستی آقا میشه آخر آدم عاقل بدونی <تصفح> طرف تیم گل میخواد بره این خوش آخر نداره خوش رولا... نداره احمد اونجا اون از اومد احمد بهم گفت رامین بابا گل چیز عقم اینجا میزنم تو سرم دقیقه تصویر نگاه کنی هست رامین رضایان ضربه رو میزنه و توی دروازه حساب کار یک و صفر میشه کجا میره رامین رضایان شد سه تا گل میخواد داره کریس رونالدویی شادی میکنه این رامین رضایان ولی اصلا این خوشحالی هم خب من توی چیز بودم جوونی بودیم ولی واقعیتش اینه که اصلا نمیدونستم آقا عادل یعنی اون جمعیت و این اتفاقات به ما نمیگفتن پس یعنی اون موقع واقعا <متصال> من باور کنم که نمیدونستی اصلا باور کن من گفتم خدا گذاشت میگه خدایا این چرا این جوریه. آره دیدم مصاحبه هم شما بودی ولی گزارش واقعیتش آره گزارش شما واقعیتش <تصال> اینه که نمیدونستم آقا یادم گیر میدادم یادمه خیلی هم گیر میدادی خیلی لذت میبرم میدونی من آقا دوست دارم بگم من این جنگ رو خیلی دوست دارم جنگی من... نه, من جنگ نه از نظر خودم یه جنگی نه جنگ. یه زمانی یه چیزی آقا بذار من به شما بگم دیگه شما کلا فوتبالیستی که مثلا بب... من اون موقع مثلا با یه ماشین مدل بالا میرفتم سر تمرین اولین سالم بود چرا شما مثلا یه کسی که مثلا ببخشید دا اینجوری دارم مثلا با یه حال و هوای دیگه ای بیاد خب شما بیشتر علاقه داشتی و من اینو میدیدم خب میگفتی این موفق نمیشه نه درستم, درستم. میگفتید نگ... یه لازم گوش کنید به حرف من شما درست میگفتید ولی من همیشه اون زندگیمو داشتم و رفتم و خدا هم توی مسیح خیلی دوستم داشت خیلی جاها واقعا نجاتم داد و من حسش کردم و واسه همین این نگاه رو دوست دارم اون جنگم که نمیگم جنگ نه میگم یه شما به من یه استاد دوست مثلا اون رفتارای من و اون شاید اون مدل من آره؟ نداشتی نه نه من تایید کنم میگم یه زمانی کارات رو مخ من بود خب من خیلی راحت بهت بگم برای همین نگاه نقادانه ای که من داشتم باعث میشد بعضی موقع بهت گیر بدم ولی الان هیچ دلیلی نداره من بخوام مثلا با تو جنگی داشته باشم نه با هم دیگه الان خیلی هم لذت میبرم از این پیشا و آقا این یه اتفاقی که آخر اون بازی رقم خور من چون خودم تو استادیو من بودم اینکه تمام تماشاگرا با اینکه قهرمان خیلی فکر می‌کردن قهرمان میشید یعنی رو کاغذ هم فکر می‌کردن پرسپولیس قهرمان میشه گل زیاد میزنه و اونورم نمیتونه تیم استقلال خوزستان ببره ولی تماشاگرا وایس دادن تشویقتون کردن و یه اتفاقی که خیلی تیمتون هم دل کرد یعنی بعد از اون شروع ناامید کننده و اون همه انتقادهایی که میشد از از رفتن حادیه نوروزی بود که یه انسجامی رو در تیم انگار همتون همدل شدید که آقا بیایید به خاطر شادی روح هادیم هم که شده یه اتفاق خارق العاده رو رقم بزنید و تا آستانش هم پیش رفتید روح هادی جان نوروزی شاد و در آرامش باشه و ان که این اتفاقی که افتاد ان که این مسیر بچهشون مسیر خوبی رو طی کنه و مثل آقای هادین نوروزی بتونه افتخار آفرین باشه برای کشور ایران و آره خیلی با موافقم اینکه همدل باشیم اون زمانی که حتی آقای برانکو نتیجه نگیری تبریز بازی داشتیم و اتفاقی بود که اگه ما نتیجه نگیری آقای برانکو از باشگاه پرسپولیس میرفت من میدونم این با جزئیات میدونم که ما رفتیم یه دل شدیم با واقعا باورت نمیشه حالا بماند های بزرگ وقتی بازی میکنی شما اول به خاطر شادی اون هوادارا بازی میکنی بعد میاد واسه باشگاه بعد میاد شخصی میشه بعد اتفاقات میفته و اون بازی ما با برای آقای برانکو بازی کردیم و واقعا دوست داشتیم اون آقای برانکو اون ای که درست کرده بودیم بمونه اون فوتبال زیبایی که بازی میکردیم و دوست داشتیم آقای برانکو تو پرسپولیس بمونه که یه دل شدیم 11 نفری که داشتیم میرفتیم لاین اپ بازی کنیم برای اون بازی یه دل شدیم که آقای برانکو بمونه و اون موقع با برانکو اصلاً هیچ مشکلی نداشتی اون موقع همه چی هیچ وقت با آقای برانکو مشکل حتی موقعی که برگشتم ایشون مثلا مصاحبه ای میکرد و حرفایی میزد ولی من خودم شما آقا دلیل یه مصاحبه پیدا نمیکنه که من خدای نکرده بخوام بی احترامی کنم به مربی خودم مربی که میگم تو اون سال خیلی به من توی فنی کمک کرد و اصلا مشکلی من نمیبینم و میگم میتونست مسیر مسیر بهتری باشه که من خودم یاد گرفتم مسیر حالا در مورد پختگی رفتارت اینا که صحبت کردیم ولی حالا یه چیز اتفاقی که در گذشته رخ داده مثلا همه اینجوری تو افکار عمومی اینجوری جا افتاده که مثلا رامین متی می رو وسوسه کرد که با هم دیگه رفتن ریز و اون اتفاقا رقب خورد توضیح میتونه الان بدی که واقعا همچین چیزی بود یا نه مطمئنا خب آقا متی تارومی عزیز خب مطمئنا یه پسر عاقلی بوده تصمیمهایی میگرفته تو زندگیش مطمئنا مشورت داشته دوستای خودش رو داشته من همونجوری که من دوست خودمو دارم اون موقع یه پیشنهادی بود برای من و متی تمام بازی های پرسپولیس نگاه کردم و همکاری من و مهدی رو میدیدن برای همین آفره هم برای من بود هم برای آقای تارومی که برای مهدی حتی اون آفره بیشتر از من بود قیمت مالیش ولی من ترجیح میدادم که برم یعنی واقعا نه وسوسه ای بوده نه حرفی بوده نه اتفاقی بوده و به نظر من شاید اون سال اگه راه و مسیرش اگه درستتر بود ما برخورد حرفه‌ای تری به اون قضیه داشتیم با آقای برانکو صحبت می‌کردیم با هواداران قبلش این اتفاق رو باشون شیر می‌کردیم و این پختگی رو اون زمان خود من هستم آقا مهتی دوست ندارم وارد این بازی کنم داشتم مطمئن باشید اونجا میموندیم و مسیرمون همیشه اون دعای مردم رو کنار خودمون داشتیم دعای هواداره پرسپولیس رو داشتیم اگه اون رفتنمون رفتن درستی بود آقا مطمئن باشید تارمی همون سال میرفت بهترین تیم ترکیه شاید برای من خود من مسیر فوتبالیم عوض میشد و اصلا وسوسه کردن اون این اتفاقات نه تو شخصیت من نزد نه مطمئنا مهتی هم تصمیم گرفت آفرایی که داشت و کنار هم گذاشتید بهترین از نظر خودم دارم میگم بهترین پیشنهاد مالیش چقدر خوب بود تو اون زمان که مالی قوی بود و این اتفاق افتاد ولی خب متاسفانه یه اتفاقاتی افتاد که هم مهتی برگشت و هم من برگشتم دوست داشتیم واقعا دل اون هواداری که شکسته بودیم رو تو اون بوره از زمان شاد کنیم من نوع جدا شدم کاملا اشتباه بود کاملا احساسی بود و کاملا بچگی, بچگی کردم به نظر خود من بعد ببینیم سرنوش رامین رضاییان چه خواهد شد آیا بر خواهد گشت به تیم پرسپولیس یا خیر بعد برگشتی خب برانکو نپذیرفت رو و خیلی دوران سختی رو سپری کردی و بعد حالا از دبر برانکو صحبت که باید میرسیم به یحیا هم میرسیم که با یحیا هم یه همچین داستانی تقریبا داشتیم <تصفح> نداشتم میگم مربی باید ببخشد نظر من مربی بزرگ به نظر من یه سری چیزها رو باید ببخشد من اون زمان آقای برانکو اگه من مثلا موقعی که داشتم برمیگشتم باورتون نمیشه آقای در انقدر هوادارهای پر... من فکر نمیکردم انقدر محبوب بوده باشم بعد یه سال بازی کردم واقعا تای قلبم دارم میگم گفتم میرم بدون هر صدایی پیش میاد اینا من یه بازیکن میگیرن ولی انقدر عذاب کشیدم توی ترکیه انقدر برام سخت بود این جدایی پرسپولیس با این روش که دوست داشتم برگردم فقط شخصیتم خیلی زیر سال رفت اون زمان خیلی مصاحبه های تندی نسبت به من خیلی از شاید خیلی از کسایی که تو کاد بودم میکردم ولی من همه اینا رو سکوت سعی کردم در خودم حلش کنم و با اینکه آقای برانکو من نپذیرفتن سعی برگشتم به پرسپولیس با رفتاری که داشتم با عملکردی که داشتم اون سال حالا بعد هشت تا بازی که منو نیمکت نشین مطلق کرده بودن و من تو پر، پر تیم ملی میفتم فیکس بازی میکردم و هم نمیتونم هیچ ایرادی از آقای برانکو بگیرم به خاطر اینکه ایشون یه سیستمی داشت و میگفت بازیکنم ترک کرد تیمو مثلا توقع داشت که من به ایشون بگم و این اتفاق نیفتاد چیزی که من از آقای مربی بزرگی مثل آقای برانکو داشتم مثلا تو اون تایم منو میبخشید مطمئنا من خیلی میت... یعنی اون نگاه هم اون جوونیام اون چیزام خیلی پخته تر میشه تو اون زمان ولی خب با هم دیگه یعنی من میرفتم تو زمین تعویض میشام سف, سف سف بازی بود میرفتم اون اتفاق میافتاد اون هوادارهای بی‌نظیر تشویقم میکردن آقا عادل و اتفاق خوبه میافتاد گل میزدم پاس گل میدادم امیری چه میکنه یه فرصت ضربه و توی دروازه و باعث شد یه سال درخشانی با پرسپولیس باشیم که تهش جام و بچه ها بردم بالا و من در اون شرکت نکردم و هیچ چیزی به نظر من نه ناراحتم که از اون لحظه نه خیلی خوشحال شدم که هوادارایی که دلشون رو اول فصل اونجوری شکوندم تهش با این خوشحالی بودن. ولی خودت ناراحت شدی. به خودت این همه بازی کرد، به قول خودت زحمت کشیده آخرش تو جشن قهرمانی هم دعوتت نکردم، مدال هم بهت ندادم. قطعا یعنی بس... طبیعتا اینکه بگی من خیلی خوشحال شدم یکم یک اقراق‌آمیزه به نظر من. اقراق‌آمیزه از ولی مسیر رو که من الان تو این مسیر شاید اون لحظه درست داری میگی ولی الان که این مسیر رو اومدم اون لحظه مثلا من به من میگفتم برو سر تمرین به زور مثلا برو سر تمرین برو بغل برانکو ولی من هیچوقت در شخصیت خودم این مربی که به من به من گفته شما دیگه نباید بیای سر تمرین من پذیرفتم و هیچ ما به خودم اجازه ندادم مثلا بیام سر تمرین بدونه که مربی به من بگه یا باشگاه من اجازه بده و این کارا رو من تو شخصیتم نبود آقا عادل بکنم ولی واقعیتش اینه که الان که این مسیر رو میذارم کنار هم میبینم که بعضی وقتا من اون جامعه رو کنار بچه ها نبودم ولی تو اون مسیر خیلی زحمت کشیدم برای تیم پرسپولیس یعنی تو اون امتیازا فکر میکنم همون چیزی که هوادارا میگم چیزی که پیشکسوتا تو اون زمان گفتن خیلی کمک حال پرسپولیس تو بعضی از بازی ها بودم و این برای من خودش یه افتخاریه تاش بچه ها جام بردم بالا ولی همین که توی اون سناریو رامی بود برای من کلی افتخاره یه دیگه حالا توی دروازه گل دوم برای و توی مسیر خودت هم قبول داری یه قدبازی داشتی دیگه مثل گفت اح... قبلا مثلا میرفته چرا هم یه عذرخواهی می میکردی از برانکو میگفتی آقا مثلا داستان اینجوری بود من نکردم این کارو کرده بودی؟ شک نکنید گفتم مسی مسیر اشتباهی بود رفتم تو اتاقش هستن و ایشون جلوی ای من یه کاری کردن که من دیگه هیچی نگفتم و اگه الان آخه نکته ای که هست برانکو یه ذره بازی که حالا مثلا هاشیه داشتن مثل تو با دو مشکل برخورد محسن مسلمان بود با اینجور بازیکنها ها کلا خیلی راحت کنار نمی اومد چرا سال اول کنار اومد اصلا اینجوری نیست و اون, اون سالی که سال درخشانی که فوتبالی سال اول سپری کردیم با همین آقای برانکو ما سپری کردیم و سال دوم اون اتفاقه باعث شد که اون رابطه من و آقای برانکو یه ذره سرد بشه و حتی باورتون نمیشه همین سالی که میخواستم بیام پرسپولیس همین چند سال پیش با آقای برانکو من تلفنی صحبت کردم باش انگلیسی گفت چقدر خوشحالم انگلیسی انقدر خوب شد چقدر لذت میبرن بازید فلان اصلا شاید با نگاهش آقای برانکو من مطمئن کنم تو مصاحبه قبلیش با یه سایتی بود کرده بودن این صحبت اصلا وایرال نشد که از من تعریف کردن حالا میومد یه دونه صحبت بد میکرد همه جا وایرال میشد ولی انقدر آقای برانکو از من تعریف کرد خود من کیف کردم اینکه یه مربی که مثلا اون زمان در مورد من اونجوری صحبت میکرد و من سعی کردم با رفتارم با مسیر فوتبالی که داشتم نگاه آقای برانکو رو عوض کنم حساب به خودم که اونجوری بیاد از من تعریف کنه صحبت خوب کنه و برای من لذت بخش بود که این صحبت ها اصلا هیچ جایی وایرال نشد چون مثبت بود و شاهکارهای مدیرامل وقت پرسپولیس که اون داستان جعل و محرومیت و این مسائل به وجود اومد خب دیگه ما همیشه تو خیلی از مسائل آقا عادل حرفه‌ای رفتار نمی‌کنیم دیگه یعنی من اون صحنه که مهتی آدم می‌خواست بره میگفتم یعنی چی مهتی تو قرارداد بستی کجا می‌خواد یعنی خدا خیلی مهتی رو دوست داشت و خیلی خوشحالم که مهتی اینقدر موفق شده و واقعا موفقش لذت می‌برم میگم ما آقا عادل یه, یه سری استعداد هستیم به نظر من خدا خیلی دوست داشت ما رو من به نظرم این استعداد اینجوری نیست فقط ما داشته باشیم تو خیلی از جای ایران یه فوتبالیستی هست تو زمین های خاکی که پر از استعداده و شاید اون مسیره رو ندونه و کسی بهش نگه میدونی شاید منم اون بچه بودم که خدا دوستم داشت خیلی جا کمکم کرد که این اتفاق برای من رقم زد اون شاید بین این همه استعداد مثلا منو انتخاب کرد میدونی برای خودم دارم میگم به نظرم تو اون تایما خدا مهدی رو خیلی دوست داشت که اینقدر کمکش کرد مطمئنا شما باید یه انسان خیلی درستی باشی آقا عادل چه نظر رفتاری چه نظر شخصیتی که خدا اینقدر دوستت داشته باشه که این قدرت رو بهت بد بده و مهدی اینجوری بدرخشه برای ما و توی باشگاه اروپا و چه ملی و اون کودتایی که در ترکیه رقم خورد به نفعت شد یعنی شد بتونی فصل کنی و برگردی پرسپولیس نه من از اون کودتا استفاده نکردم من با صحبت بود با باشگاه به خاطر اینکه منو مهدی مکمل بودی ما رو اینجوری میخواستن باشگاه و اتفاقی که افتاد به نظر من از رفتنمون گرفته حرفه‌ای نبود از برگشتنمون هم حرفه‌ای نه اصلا کار کار قشنگی نبود یه سال بعد از اون دعوایی که با متی تارمی داشتی سر پنالتی و در زمانی که آقا هم تازه داشتی مثلا کم خوب میشد اون پنالتی معروف مسی سوارزی رو با چجوری جرأت کردی اون تو اون شرایط خیلی جرأت میخواست حرکت میکنه خود رضا یاز اولشو میزنه پاس میده به حالا توی دروازه شبیه بارسا گل میزنه تو پرسپولیس و دروازه رو باز کردن ما دربی رو باخته بودیم حال هوادارا خیلی بد بود دربی رو وقتی میوازی خیلی بازی با سپاهان بود آقای برانکو لطف من داشت تو اون بر از زمانم پنالتی رو به من میداد یعنی میگفت پنالتی رامی میزنه یعنی اینقدر منو قبول داشت خیلی باعث افتخار به من بود آقای عادل تو اون بر از زمانم پنالتی میداد به من بازی با سپاهان که شد ما اینو با میتی چند بار تمرین کرده بودیم و این اتفاق افتاد که نه بی احترامی به خدای نکرده به سپاه که من بعد اون بازی هم میگم میگم من بی احترامی به هواداری سپاه من ناراحت نشن یه وقتی از قرار نبود نمیدونستم قرار یه روزی هم برم سپاهان بازی کنم ولی واقعیتش اینه که اون لحظه حتی من مصاحبه هم کردم فقط واسه این بود که ما دربی رو باخته بودیم یه سری جفی بود اما بعد دربی به بازی 80 هزار نفر بیان اصلا ندارد آقا عادل اومده بودن تشویقمون کرده بودن یعنی این پنالتی رو من اگه خدای نکرده خراب میکردم فکر میکنم آقای برانکو یعنی آره اتفاق حتی از بعد پنالتی از اون ناراحت شد و خودم برمیگردم میگم کار حرفه‌ای نبود که ما کرد. و آخرین بازی تو بود برای تیم پرسپولیس تو ایران؟ آره تو مخته نمیدونم چون بعدش اون داستان دعوای با علیه علی علیپور به وجود اومد و بعد اخراج تو این داستان حسن آقا عادل میگم یه التاب وقتی واسه یه بازیکن باشه این التاب یه کوچیک ورود بزنه بزرگش میکنن میگن اوه توی خانواده شما یه خانواده فوتبالی رو بگی یه سال سر تمرین مشکل نخورن اصلا امکان نداره اگه اینجوری باشه مربی با تمام بازیکن‌ها رو اخراج کنه که اون آتوه رو من نود میدادم آره آتو من صبرم بعد به این اتفاق ما خیلی سر تامین این داشتیم و خود آقای برانکو همیشه من یادمه و همه نه آقای بر تمام مربی‌ها اینو میگن میگن توی خانواده یه سری مشکلات اینجوری هست اینجوری ما هر روز داریم از خانواده اون بیشتر همو می‌بینیم تو اردوها هستیم تمرین می‌کنیم با هم این اتفاقات آقا مدیریتش برمیگرده به باشگاه و مربی که ما بازیکن جوونی بودیم دیگه بعد اون اتفاقات انقدر فشار رو من بود آقا عادل که مثلا میات ملی بازی میکردم نیمکت بودم همیشه این رابطه خوب نبود یه سری از بازیکنام دوست داشتم مثلا این رابطه رو بیشترش کنن این حاشیه ها رو ولی واقعیتش اینه که من سعی نکردم از کوره در بیارم اون اتفاقات یه تو جزئی بود دعوا نبود یه جرابس فوتبالی بود که مثلا من به بزرگتر دوست داشتم علی پور به مرور کوچیکتر اون اتفاق قبول میکرد که متاسفانه خب اون اتفاق افتاد و خود علی علی پور خب همیشه تو مصاحبه‌هاش گفت رامین مثلا از معذرت خواهی میکنم و به مرور زمان این اتفاق حل شده بود برای من و خب وسط میگم از تو یه این تو اون داستان دعوای تو و علی علی پور تو فقط اخراج شدی بعد بعدا مهدی تارمی که برگشت پذیرفت تو رو نپذیرفت و در نهایت از تیم اخراج شدی تو جشن قهرمانی هم که شرکت داده نشدی دعوتت نکردم میدادم بهت ندادن و خلاصه پایان تلخی داشت اون حضور در تیم اون مقطع حضور در تیم پرسپولیس شما برای قهرمانی باید اول قهرمان زندگی خودت باشی خب من همیشه تو این سالا زنگ کردم جوری زندگی کنم که قهرمان زندگی من این باورتون نمیشه آقا عادل شاید این مدال برای خیلی ها شاید ارزش داشته باشه شاید خیلی ها براش سر و کله سرم بشکونم ولی واقعیتش اینه که من بودنه، تو بودن پرس تو پرسپولیس تو باشگاه بزرگ دوست دارم اون هواداره من این برای من انقدر جام انقدر مداله که یه سری هوادارا منو دوست داشته باشن فوتبال منو قبول داشته باشن تو دلشون برم این برای من بسیار از جام ها بالاتر و بالاتر پیشنهاد بلژیک به دستت رسید و گفته میشه موقع رفتی در حالا تیمه که تیم استنده بود رفته تست دادی واقعا به من پیشنهاد مالی که داده بودن آقای عادل به خاطر اتفاقات پرسپولیس تو اروپا رفتن آقای عادل فقط فوتبال نیست مسائل هاش رو آره. قشنگ در میارن گفتن این چه اتفاقی افتاده حالا هی میگفتن این چرا ملی فیکس بازی میکنه تو باشگاه این سوالایی بود که برای مدیران اون باشگاه به وجود میمد یه آفر خیلی پایین به من داده بودن یعنی یه مبلغ خیلی پایین داده بودن گفتم که من خودم خیلی میشناختم بعد به اون ایجنتی که من میخواستم برای گفتم که ببین یه کاری میتونی بکنی گفتم بهش بگو که من میام اونجا خودم و نشون میدم اگه من فوتبالم رو پذیرفت قیمت من رو ببرم بالا گفتش که اونجوری قرارداد پنجا پنجا میشه اگه تو بیا الان قرارداد میتونی ببندی به عنوان بازیکن بری گفتم نه من این قرارداد مالی رو قبول ندارم مثلا تو اون سال پرسپولیس هم بالاترین سقفش رو مثلا مثلا ما بسته بود تو اون جوانی دوست نداشتی یه چیزی که کمتر از اون باشه رو بپذیری و من رفتم اونجا و این باور داشتم تو بازی دوستانه ها مربی منو فیکس بازی میداد آقا عادل انقدر خوب کار کرده بودم که آفر منو بردم بالا چقدر بود و چقدر شد حالا که گفت گذشته اشکال این اون موقع 150 تا من پیشنهاد داده بودم یورو یورو نت بدون مالیات خواه. و بعدش که رفتم نزدیک مثلا 100 120 هزار تا رفته و رو پاداش 150 تا دوب رفته بود روش بله با تمرینایی که کردم بازی کردم چند جلسه تمرین هم این باشه که ما اولین بازیمون بازی یوروپلیک بود جلو مارسی ببین مربی من انقدر نگاهش گرفته بودم که بازی اول منو فیکس بازی داد عجیب و غریبه که شما با یه بازیکنی از ایران شما تو اروپا مربی وقتی انتخاب میکنه تو هر پستی نفر اول انتخاب میکنه میگه من نفر اول این پستم اینه 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 این پلن بی من میشه بازیکنای بعدی تو اروپا اینجوری آقا عادل اون اتفاق افتاد انقدر خوب تمرین کردم خوب کار کردم مربی باور در من داشت که بازی با مارسی منو فیکس گذاشت که بالاترین نمره رو تو اون بازی گرفتم که دو تا موقعیت هم میتونستم گل بزنم که روند مثلا بازیام زندگیم عوض بشه ولی خب یه تو اروپا به خاطر بلد نبودن زبان انگلیسی که حسرتش رو میخورم الان من هر کی رو میبینم جوونه میگم برو انگلیسی بخون موقع بلد نبوده اصلا نه در حدی که مثلا واقعا فقط دنبال این بودم یاد بگیرم مثلا بیشتر مثال انگلیسی که علاقه داشتم میرفتم یاد میگرفتم بدون اینکه کلاس برم آقا عادل انقدر سعی کردم تنهایی های خودم یاد بگیرم یاد بگیرم الان مثلا قشنگ میتونم صحبت کنم انگلیسی رو یعنی انقدر با ذهنم انقدر تمرین کردم ولی موقعی بود که رفتم قطر یعنی تو اون یه سال اگه آدم حرفه‌ای تری بودم اینکه تو ایران من مسیر حرفه‌ای تری رو مثلا میرفتم مثلا با مربی که مثلا آقای کارلوس کرو زودتر آشنا میشدم خیلی تو اروپا میتونستم مسیر برم. ما خیلی از فوتبالیستون رفتم بلژیک ولی حالا از علی قلی و کاوه تا حدی میشه گفت اکثرشون ناموفق بودن دیگه در فوتبال بلژیک هم چه اتفاق اونجا رخ میده و چی میشه اونجا و چه بلایی سرشون میاد تو خودت الان اگه بخوای تو مقطعی که تو بلژیک بازی کردی رو آیا به عنوان دستاورد حساب میکنی یا نه به عنوان ناکامی به عنوان یه تجربه حساب میکنم تجربه, تجربه بله صد, صد بایه نمیتونی, بایه نمیتونی تجربه خیلی موفق ازش یاد کنی به فوتبالی موفق نبودن باعث میشه که بعدش موفق بشی آقا دلیل یه مسیرای شما رفتی تو هم اروپاش که بعد دیگه نمیری یه اتفاقات خیلی خوبی بود به نظر من اگه من ارتباط رو میتونستم بگیرم زبون انگلیسی یه مسائل ای تر بودم که از اون لذتام باید میگذشتم خیلی چیزامو که اونجا تو اروپا قاده مثل ایران نیست ببخشید بازیکن مثلا اینجا میتونه بره شب گذرنیش داشته باشه اشغالش هم بیاد سر تمرین تمرینش هم بکنه به چش نمیاد میدونید چرا چون اون یازده تا بازیکن نظر من اگه واقعا همشون خوش تمرین باشن همشون بخوان یه نفر که یه شب رعایت نکنه زندگی تو اون تمرین معلوم میشه تو اروپا اینجوری بود ما وقتی سر تمرین رفتیم اگه ما یه شب رعایت نمیکردم سر تمرین ضعیف ترین بازیکن بودم آقا قادر یعنی فرق قشنگ معلوم میشه همه میخواستن نه همه دوست داشتن یعنی من قبل من یه ساعت قبل میام ده نفر از کنم تو جیمن. یعنی من اینا رو که میدیدم شما میگه تجربه ناکامی ولی من خیلی چیزا رو تو اونجا یاد گرفتم اینکه باید ارتباط هم با مردم دنیا بتونم با زبان انگلیسی بهتر کنم بتونم ارتباط بگیرم خیلی کمک حالم شد پیشنهاد دیگه از اروپا داشتی اون مقطع حالا گفتنش به گذشته ولی تا نزدیک یعنی من اون شب اگه این اتفاق نمیافتاد، ولی من میذارم رو قسمت زندگیم ما تمام چیزها تموم شده بود که بریم اسپورتینگ اسپون پرتغال و تمام تیکت ها همه چی گرفته بود شبانه مربی تیم مدیر تیم همه اینو عوض میشن و باورتون نمیشه اون شب من تا صبح اون رفیقم که میگه مثلا سورپرایز کنم همش استرس اینا کجا بریم اگه باورتون باشه من بعد جام جهانی تا 5 ما 4 ما بدون تیم بودم دلیلش فقط همین بود داشتم میرفتم تو اون تیمه ولی که این اتفاق افتاد من میذارم قسمت که من بعدش رفتم قطر آره دو تا تیم قطری بازی <applause> کردی آره <applause> شانه شدم و چقدر مسائل مالی برام نقش داشته که انتخاب کنه من پیشنهادی که از ایران داشتم اصلا قابل مقایسه نبود الان شما میگی چه تیمی نه اصلا اسم تیم من نمیگم نه قرار قطر میگی پش... پیشنهادش تر بود پیشنهاد قطر خیلی پایینتر بود خیلی پایینتر بود ولی من دوست داشتم وارد یک چالش جدید بشم تو توی اشهانیه تای جدولی خب عملکرد خیلی خوبی داشتی بعد رفتی دو هیل که قهرمان قطر بود و فکر کنم به تیم تو اصلیه بود دیگه اونجا هم پشت هم گل میزدی و موفق بودی بله سالهای خیلی خوبی تو قطر داشتم و چه تو الشهانیه چه تو السیلیه سعی کردم بازی خوبی داشتم اون سالی که من دوهیل رفتم شخص سرمربی بنا میخواست آقا قادر آقای ولید بودن که رگراگی که راگ راگی. توی جام جهانی با تیم ملی مراکش چهارم شدن و اون بازی درخشان رو انجام میدن و اصلا عاشق این بود که دفاراسش بره جلو گل بزنه پاس گل بده خودش دفاراس حمله ای بود بعد توی این جلسه هایی که داشتیم یک نفر یک بار گفتش که دفاع چپ سان میکنه دفاراس دوست دارم اضافه بشه گل بزنه یک از دفاعی میگردم میگه آقای مربی گفت اگه سوال دارید بگید به من اگه ایرادی میبینید تو سیستم بعدش گفتش که آقای ما این دفاع چمی دفراز بمونه فلان گفت نه 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 گفت دفراست یه حسی داره اونی که حمله ایه. یه حسایی بهش میده یه جوری پیش بینی میکنه بازی رو نقطه کور خطرناک جای زمینه گفت این رو من هیچ موقع نمیخوام اجازه حمله ازش بگیرم خودش وظیفه دفاعیه که باید وقتی میره راستش میره بیاد پوشش جاش باشه این وظیفه میاد دفاعی اون من به راست هم هیچ ایرادی نمیگم که دفاع چپ داره میکنه دفاع دفاراس... این اعتماد به نفسی من میداد آقا قادر که اصلا فراتر بود که ما بد شانسی میاریم تو برای بازی های آسیا ما تنها پرسپولیس رفت بود فینال ما تنها تیم بودیم که پرسپولیس بود شکست داده بودیم یکیش و ما 5 شش... تا 6 تا بازیکن اصلی و محروم میشن یکیشون من بودم محروم میشیم و متاسفانه بازی آخر که مساوی میرفتیم بالا هزم میشیم و آقای ولید اخراج میشه مربی انگلیسی میاد یه طرز تفکرات دفاعی که مثلا دفاع چپ راست باید بمونن وینگر چپ رو خط بمونه وینگر راست رو خط بمونه خب بازی که به استایل من نمیخوره آقا که باعث میشه اون تایم من تیم ملی دعوت نمیشم کلی بهونه دست مربی بود که برای اینکه بازیکن‌های جدید بیاره، بازیکنایی باشه که تو مثلا من این تا بازیکن رو نمی‌خوام، سه تا بازیکن جدید میخوام این یه چیز طبیعیه تو فوتبال که من به صورت قرضی میرم سیلیه. چی شد که تو ف... نقل و انتقالات زمستانی تصمیم گرفتی که به پرسپولیس برگردی؟ تصمیم یحیا بود یا مثل خیلی از تصمیماتی که تو فوتبال ایران گرفته میشه از سوی مدیریت در واقع این تصمیم گرفته شد؟ واقعیت رو بگم هیچ تلاشی زیاد از باشگاه نبود برای جذب من و فقط هوادارا بودن که اونجوری میخواستن و اون فضا رو برای من درست کرده بودن و من حسش میکردم که باید برگردم و موقعی که من برگشتم یه ماه دیگه لیگ قطر تموم میشد یعنی دو تا بازی دیگه میکردم دقیقه دو هفته بعد لیگ تموم میشد و من تمام پولم رو میگرفتم میشدم بازیکن آزاد عشان بریم حرف موضوع گوش کنیم ولی لیگ ایران دو ماه دو ماه و نیم سه ماه درگیر بود بازیاش تموم نمیشد و من باشگاه دوئل قراردادم جوری بود که اینا بدون اجازه من من نمیسن لیست در بیارن باید اجازه من باشه ولی اسم من لیست در بیارن اینا هم اینجوری نیست توافق وقتی میکنم بگن چش ما اسم از لیست در میاریم بیا اینم تمام پولت من مجبور بودم برای اینکه توافق رضایت نامه از باشگاه ال بگیرم یه مقدار از پولمو میبخشیدم و خیلی از مبلغ قراردادم رو بخشیدم و پولی که پرسپولیس داد پول رضایت نامه داد به رضایت نامه برای بازیکنی مثل من که می‌خواستن از ال دو بگیرن و اونم تحت فشار بودن هوادارایی که منو میخواستم من با آقای یحیی توی باشگاه سبا کار کردم و با تفکرات مربیگریش آشنا بودم و رفتم توی پرسپولیس یعنی اتفاقی که افتاد بیشتر دلی بود آقا عادل یعنی من دیدم اونجا پرسپولیس نیاز به کمک داره همیشه میگفتم تو حرفام که پرسپولیس هر موقع احساس کمک کنه برمیگردم و اون لازم برگشتم واقعا دلی کمک کنم به, به تیم پرسپولیس رابطت با یحیی چطور بود؟ رابطه مربی و بازیکن من هیچ موقع به ایشون کوچکترین بی‌احترامیی قادر نبریشون همیشه تو هم گفتم نکنه صمیمیت آنچنانی هم نبود آقای آیا کلاً آدمی نیست یا صمیمیت به با بازیکنش یعنی چرا از نظر فوتبالی به بازیکن نزدیکه ولی این نزدیک بودن نشون نمیده آقای آیا زیاد شما همین الان توی نزدیک بودن بازیکن زیاد تا و دلار ما همیشه با آقای آیا میزدیم تا این چالش‌ها رو همیشه من با آقای آیا داشتم 4 به 2 که بازی میکنیم همیشه منم هم تو اون چالش بودم ولی خب میدونی این مشکل چی آقا من اون زمانی که برگشتم پیسی افتادم این واقعیت ها رو گفتم تلویزیون گفتن رامین گفته بازی کنه در حد پر کجا من همچه حرفی رو زدم من فقط میدونید چی گفتم گفتم من اتفاقا پشت آقای یحیا در اومدم اونجا گفتم آقا یحیا بازیکن هایی رو میخواست که به خاطر مشکلات مالی نتونست این بازیکنها رو بگیره پرسپولیس و شما ببینید اتفاق بعد همون فصلو. من از قطر اومدم داخل یه تیمی نکن من تو قطر بازی میکردم یه ما شرایط بازی نبودم آقا قادر تو قطر بازی کردن اینه که شما تو یه درجه از آب و هوا هر روز بازی میکنه اینجوری از یه شهر بری مثلا تو یه آب و هوای دیگه و من با اون شرایط بدنی آقا عادل اومدم هر پنج روز بازی تو پرسپولیس یه ما بازی نکردم اومدم قرار قرار برم مشهد بازی کنم قرار برم تبریز بازی کنم قرار برم بازی کنم پنج روز با اون شرایط یعنی من یه ذره شرایطم اون چنانی هم نبود که بخوام خیلی تو پرسپولیس بدرخشم ولی در اندازه اسم خودم در اندازه خودم جونم رو گذاشتم با تمام وجودم برای اون پرسپولیسی بازی کردم که آخر فصل خود آقا یحیا فکر کنم اون زمانی که بازی میکردم تو پرسپولیس اون تیم آقا عادل آقای وعید امیری کمرش مشکل پیدا کرد اصلا کل فصل با ما نبود آقای تورابی تو اون فصل مسوم شده بود و اصلا تورابی اصلا یه جورایی نبود تو تیم خب خیلی از بازی ها نبود شما نگاه کنید و از اون تیم 11 نفر آقای ده نفرش آخر فصل یعنی نبودن تو پرسپولیس یعنی بازی نکردن یعنی ده نفر بازیکن جدید اومدن تو پرسپولیس یعنی اتفاق کاملا فوتبالی و این حق به آقای ها میدم که یه سبک دیگه بازیکنی رو انتخاب کرد و اون، اون،, اون اون صحبت ها به نظر من خوب نبود برای بازیکنی که معرفت گذاشت برای بازیکنی که با تمام وجودش اومد تو پرس پولیس که به خاطر هوادارا اومد که اون تیم بتونه ذره کمک کنه ذره کنارشون باشه فکر کنم اون برخورده من همیشه میگم من هوادارای پرس پولیس همیشه تو قلب منم با افتخار البته این بماند که مردم تمام مردم شریف ایران تو قلب هم. ولی هوادارایی که من تو پاش خاطره دارم همیشه تو قلمیش من هیچ بدی از هوادار سا یه مدتی از یه, یه کامنتای گرفتم ولی همیشه دوستشون دارم و همیشه تو قلب منم ولی از باشگاه پرسپولی از آدم هایی که توشون بودن یه ذره بیمعرفتی آقا نه شخص سرمربی ها نه 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 یه وقت اینو قاطی نکنیم مثلا مدیت انتظار من خیلی بیشتر بود شاید اون آره که درماش اشاره کردی یه ذره اینجوری احساس شد که اون نگاه بالا به پایین داشته یعنی مثلا من رامین رضاییان بالاتر از بقیه بازیکن‌های پرسپولیس هستم. مثلا اونا نه پاس قطری نمیتونن بدن یه همچین نگاه بالا به پایین هست گفتم توقعات از رامینا کن من اشتباه منم بود آقا عادل من وقتی وارد یه تیم میشم باید همه چی در نظر بگیرم باید ببینم استایل اون تیم به فوتبال من میخوره یا نه شما ناخواسته من فوتبالم جوری آقا عادل که مثلا بیشتر تو حمله هم. یعنی کار حمله ای کار دفاعی یعنی فوتبال هجومی رو دوست دارم آقای ایام عاشق فوتبال و هجومیه، یعنی واقعیت رو بگیم یه فوتبال و هجومی رو آقای ایام سبکش دوست داره ولی متاسفانه تو اون زمان من اون پاس یعنی من پاس زیاد به من آقاد ناخواسته نه اینکه بازیکن نخواد از قصد من پاس بده خدای نکرده اون پاس هایی که مثلا چند تا کانال بازی بشه یا منطقه بازی عوض بشه برم گفتم من اینجوری فوتبال من میتونه بیشتر به چشم بیاد اگر اون سبک بازیکن با همدیگه دیگه تر باشیم مثل مثلا میبینیم منو میتاری میسن همدیگه رو چشم بسته پیدا میکنیم من بهش پاس میدم چیز بدی نیست تو دنیای امروز که یه بازیکنای چشم بسته هم پیدا میکنن مکملای خوبی هست من احساس اون مکمله من خودم نمیگم من کاملم نه میگم اون مکمله میتونست تو پرسپولیس تو اون اتفاقات و فوتبال هجومی بیشتر کنه ولی اون تیم قبول کنیم حالش زیاد خوب نبود آقا حالا الان هم بازی تو سپاهان ازشون راضی هستی پاس قطری اینا خوب میدن <applause> نه تو پرسپولیس هم پاس به من میرسید من داشتم در مورد استایل بازی خودم صحبت میکردم اصلا اینجوری نیست من تو سپاهانم شما میبینید خیلی وقتا تو موقعیت بهتری موقعیت ولی پاس اصلا این طبیعت فوتباله ولی انقدر تشنم برای اون صحنه ها که پاس به من برسه شاید 10 تا بزنم موفق وسطه ام... یعنی همیشه بهش سعی میکنم آپشن پاس بدم آقا عادل یعنی اینجوری نیست یعنی این کی میگه به خدا من هیچ که تو زندگی من تو زندگیم می... یه یه چارچوب دارم من امکان نداره کسی از بالا پایین نگاه کنم یعنی این نگاه انقدر من اذیت میکنه من یعنی یه نفر کنار خیابون یه من شده تو من انقدر مردمامون به هوادارامون انقدر احترام میذارم آقا حد نداره چون میدونم من اینا منو کردن را میرزن مردم کنار من بودن تو این همه دستاورد داشته باش آقا اگه مردم قبول نداشتن من اصلا میندازم با تمام تا میندازمش دور پرسپولیس توی هشت فصل اخیر شش تاش قهرمان شده دو فصل قهرمان نشده دقیقا دو فصلی بودی که تو پرسپولیس بودی و یا نمیدونم این میگم قسمت و داستانای تقدیر و بدشانسی و اینا اه... خرافات این چه من تنا میگم نه میگم بدشانسی بادش... تو اصلاً بوده دی... من کار من میگم تا روزی که توی پرسپولیس مهمی که بازی کردن تو دل هوادارا جا پیدا کردم من میگم میگم قهرمان شدن از نظر من اینجوری معنی شده آقا عادل که بری تو قلب مردم بری تو قلب مردم جدایی دوباره تا توسط باشگاه بود که از طرف تو که نبود باشگاه تو رو نخواست یا یحیی تو رو نخواست اصلا اشکالی نداره ولی واقعیتش این بوده بله باشگاه من نخواست که من تا روز آخرم اتفاقی بود که افتاده بود و دوست ندارم برگردیم گذشته دیگه من همیشه توضیح دادم تو ف... تو اینستاگرامم شخصی خودم دلیلش رو گفتم و گذشته و همیشه سرمربی محترم پرسپولیس همیشه دوز خاطرات فوتبال من جز اینکه من بزرگی و من همیشه تو قلب منه شکی توش نیست و باشگاه پرسپولیس قبل از اینکه به سپاهان پیشنهاد خواستی داشتی خارج از کشور داخل کشور من نزدیک بود برم قطر قرارداد ببندم و ولی زمانی که آقای مورایس سرمربی سپاهان شدن شخصا با من تماس گرفتم و من قطر بودم شام با یه تیمی صحبت میکنم نزدیک امضام بودم ولی خب وقتی با این شخص صحبت کردم نگاهش رو و صحبت‌هاش انقدر به دل نشست گفتم که میامش نزدیک با باشگاه صحبت میکنم و اومدم وارد باشگاه سپاهان شدم تو سپاهان شروع خیلی خوبی داشتی بازی اول حتی به تیم استقلال گل زدی یه ورژن کاملا هجومی و رو به جلو رو از رامینی که در تمام حملات تیم نقش موثری داشت رامین با بالا رامین رضاییان روی پای راستش میخونه داشته خود رامین میزنه زمینی هم میزنه و توی دروازه گل دوم برای سپاهان رامین رضاییان دروازه رو باز کرد یه دفعه دفاع جام دروازه استقلال باز شد این روزی که رفتم سر تمرین سپاهان یه مصاحبه کردم گفتم آقا اون رامین رزایانی که شما میشناسید حرف نمیزنه سعی میکنه تو زمین فوتبالشو نشون بده تعصبشو نشون بده غیرتشو نشون بده بذار تو زمین من قضاوت بشم به خاطر اینکه حالا باشگاه قبلی که بودم باشگاه پرسپولیس بودم ناخواسته اون هوادارا با هم دیگه ذره این بحث هواداریه و برای من قابل اعترامه و رفتم و بازی کردم و هوادارا انقدر به من لست داشتن آقا عادل تو اصفهان و انقدر من مهربانی ازشون دیدم و نمیدونم هرچی از محبتشون بگم کمه حالا محبوب این تیم هستی. خب من لطف دارن آقا عادل من همیشه سعی کردم بازیکنی باشم که چه تو زمین چه بیرون زمین مثبت باشم من تو صحبت اینو گفتم قرارداد امضا کردن فقط اون امضای نیست آقا عادل شما تعهد داری نسبت به یه تیم. چه رفتاری چه شخصیتی چه فوتبالی و شاید یه بوره از زمان شاید من این این پکیج رو در خودم نمیدم که یه سری چیزها رو باید رعایت کنم فقط فوتبال نیست و اینو به مرور زمان یاد گرفتم و خدا رو شکر می که این ارتباط ما این حس حالی که دارم تو شهر خوب اصفهان شهر بزرگ اصفهان فصل پیش که پرسپولیس رو تو آزادی بردید کم تا کسی فکر میکرد که شما قهرمان نشید خیلی هم فاصله زیادی ایجاد کرده بودید ولی ادامه مثلا یه لغزش جلوی ملوان دیگه همه چی رو تمام کرد دقیقا فوتبال یه ماراتونه آقا عادل دیگه یه اتفاقاتی هست توی مسیر میفته و ما باید قهرمان میشدیم ولی خب در نهایت نشدیم و من تبریک گفتم و باز هم میگم به پرسپولیس بابت قهرمانیش و چیزی که از ما باید از ضعفمون از اتفاقاتی که میفته درس بگیریم و به نسبت به سالهای قبل اون پیشرفت کنیم کدوم پست گفته بودی به مسئول سپاهان که بازیکن بگیرن خارجی نه ما آخه آقا من میگم بازیکنی که خارجی ما میگیریم نه خب کدوم پست الان ما میرفتم الان من اینو بگم بهشون بگم من پستی که به شما نمیگم خب خاطر اینکه من تو جایگاه خودم نمیدیدم اینا خودشون میدونستان پست چیه میگفتم آقا بگیرید بازیکن خارجی با کیفیت بگیرید میدونید چرا ما وقتی قطر میرفتیم بازی میکردیم ما لژونر تیم نگاهش به من بود میگه ما این همه مثلا به تو به من لژیونر نگاه به کسی که فراتر از بازیکن‌های لوکالای ما باشی ما تو ایران باید بازی کنیم که میاریم با کیفیت باشه خود من وقتی کنارش بازی کنم کیف کنم چهار تا چیز یاد بگیرم ما ایرانی ها خودمون رو قبول آقا دل واقعیت دیگه هم تیمیامون چهار تا کار حرفه‌ای میکنن ولی یه خارجی رو مثلا حرفه‌ای عمل کنه میگیم به به هر چیه اینه میگم حداقل که ما این باور داریم میتونست اتفاقای خوبی بیفته یعنی یه دو تا بازیکن حرفه‌ای به نظر من از اروپا شما بیارید چند یه بازیکنی که به عنوان لژونر میاد آقا عادل بازیکن خوب تاپ از نظر فوتبالی فقط نباید کمک کنه از نظر رفتاری گرفته از نظر حرفه‌ای بودن گرفته باید خیلی کمک کنه به یه تیم من این لیدری رو میخواستم از این بازیکن خارجی ولی خب متاسفانه تو تیم سپاهان ما نداشتیم این اتفاق میگه حالا تو رابطه خیلی خوبی با تیم سپاهان هم داری و هواداری پرسپولیس هم کماکان دوستت دارن تو هم همونجوری گفتی رابطه خیلی خوبی داری یه کار بالغانه دیگه ای که انجام دادی این بود که پرسپولیس که قهرمان شد پارسال یه پست گذاشتی بهشون تبریک گفتی فکر کنم هیچ هوادار سپاهانم شاکی نشه آی تو نه من بازیکن سپاهانی واسه کار یعنی کاره کار قشنگی بود که تو همه جای دنیا هم عرف هست یعنی مثلا انجام میشه شاید من ته, ته دلم نباشه ولی کار درستیه و کسی هم فکر به خورده نگه پس هوا داره اصلا هیچ کدوم آقا میگم این احترامی که به من میذارن واقعا من خودم مسئول میدونم نسبت بهشون و سعی میکنم ای که بعضی وقتا دارم بهشون بگم مثلا برای پارسال موقعی که ما رفتیم تبریز بازی کنیم سپاهان با تراکتور بازی رو باختیم و خیلی ها یه صحبت کرد. ولی من اومدم صحبت کردم تبریک گفتم به هواداره تبریزی هواداره پرشور و انقدر محبت دارن به من هواداره بزرگ تبریز انقدر من مورد لطف خودشون قرار دادن تو این یکی دو ساله که جا داره اینجا بگم واقعا واقعا همین چند وقت پیش دیدم یه پیرم برای من درست کرده بودن یه خیاطشون که اسم منو چاپ کرده بود واقعا میگم بگم دیدم من این صحنه رو این این منم واقعا فوتبالی بوده یعنی چیز فراتر از فوتبالی نبود که بعد بازی هم تبریک میگم به هوادارهای تبریز و از هوادارهای اصفهان خواهش میکنم که بیام به استادیوم تیمو تنها نذارن حمایت کنم و اونجوری وقتی من دیدم هوادار برای این تیم اومد خیلی احساس بزرگی داشتم و یه حسی به من داد حس مسئولیت که نسبت به این هوادارا من به عنوان یه بازیکن به عنوان کسی که تو این زمین داره بازی میکنه مسئولم و باید دغدغه رو بیشتر وقتا بیام بگم و سعی کردم همیشه کنار هوادارا و کنار مردم باشم از همه ابتدای فصل اینکه تمام شهرستان ها اکثر شهرستان ها. هواداری زن به ورزشگاه راه داده شدن خیلی شور و حال خیلی خوبی به ورزشگاه دادن ولی اصفهان با اینکه یکی از کلان شهرهای ماست دو تا تیم بزرگ داره در کمال ناباوری این حق طبیعی از زنان اصفهانی سلب شد تو از معدود کسانی بودی که اونجا خیلی محکم خیلی از بازی ها تو میکسون تو جای مختلف که بود صحبت کرده بود. و کنم کماکان این دقدقه تو هست من نمیدونم کی قراره تمام بشه و چرا اصلا همچین اتفاقی رقم نمیخوره اونجا آقا دل، من برای من این دغدغه خیلی فراتره به خاطر اینکه من زنان شجاع سرزمینمون ایران آقا یه سری فوتبالی هم فوتبال رو دوست دارن عاشق فوتبالن چرا اون کسی که قدرت داره توی اصفهان چرا این لذت و از لذت دیدن فوتبال و از این هوادارهایی که فوتبالی هم میگیرید من خودم به شخصه میگم برای من قدرت اینجوری معنی شده آقا عادل من هرچی مثلا کسایی که به سمت قدرت میرن به نظر من این قدرت بعد اینجوری معنی بشه که بیشتر هوای هموطنامون رو داشته باشیم بیشتر به همنوع خودمون کمک کنیم بیشتر حال دیگران رو خوب کنیم این برای من قدرته این پرداختهایی که اول فصل انجام شد و خیلی هم میگن توازن پرداختا رو به هم زده حالا تویی که من عقیدم اینه که باید بالاترین دستمزد رو بگیرید از بین بازیکن های لیگ ایران بازی میکنن من حس میکنم که آقا یه سری بازیکن جدیدی که اومدن و قراردادشون خیلی بیشتر از بقیه بازیکن که فیکس بازی میکنن این توازن رو به هم زده و یه سری اعتراض هایی را به همراه داشته مثلا بازیکن میگه آقا مثلا چرا شهریار مقانلوی که آقای گل بوده، بهترین بازیکن تیم بوده. چرا باید بازیکنی که ذخیره‌اش هست مثلا دو برابر اون دستمزد بگیره؟ اینا یه ذره فکر تو خود باشگاه هم عدم توازن ایجاد آقا من وارد جزئیات قرارداد نیستم ولی اینا همه برمیگره به کسایی که مدیریت این باشگاه رو دارن این ثبات مالی این اتفاقی که تو تیم تیمای بزرگ حالا بذارید من اینم بگم آقا تو تیمای بزرگ و بازیکنایی که میخواد جذب کنن هر کسی یه قیمتی داره هر کسی رو تو اون شرایطی که هستن میخرن خب این برمیگرده به مدیریت باشگاه ولی چیزی که از من از اه... یه صحبتی که هم از سازمان لیگ کمیته انضباطی خواهشی کردم نه کن ما الان یه سقف بودجه ای گذاشتیم مثلا برای آسیایی ها ان تومن هیچ کس تا در مورد این صحبت نکرد برای مثلا پرسپولیس سپاهان نساجی این 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 بودجه مالی تونه ولی برای تیم های دیگه این بودجه مالیه این تیم که آسیایی هستن الان این فرقه رو الان من مثلا تیم استقلال بازیکن استقلال من تیم نه تیم تراکتورم فقط اون بودجه رو داشت درسته؟ تراکتور چون اول فصل آره آسیایی بود اون الان تیم تراکتور تیمای زباهن تیمای حالا طرف تیم تیمای اهوازی این تیما الان این فرق نیست شما که از تیمایی که آسیا بازی مگه با همون بازیکن لیگ ایران بازی نمیکنن مگه ما الان با اون بازیکن آسیا بازی کنیم مگه با همون بازیکن با قرار بازی نیست جلوی مثلا استقلال جلوی اون تیما بازی کنیم پس این صحبت مالی پس باید تیم استقلال اون اون, مالی داشته باشه میدونید چرا چون تو لیگ داریم با اونا بازی میکنیم شما داری اون تیم الان میخواد آسیایی بشه خب معلومه بودجهش باید این بودجه باشه یعنی هیچ کس در مورد این صحبت نکرد آقا عادل تیمای دیگه هم آقا یه سری تیم‌ها شاید میخوان بودجه آسیایی بدن تیم آسیایی کنن اگه خب بودجه آسیایی نباشه چجوری میتونن با این تیم‌ها برابری کنن اصلا این دو تا چهار تا نمیخونه آقا در ولی ولی باش قانون گذاشتیم دیگه در مورد سخف بودجه ولی خودتون میدین آقا خیلی جا رایت نمیشه یعنی ما چرا خودمون رو گول بزنیم ولی در نهایت شما کارت بازیکنهای ما رو صادر کردید به نظر من اگه میدونستید کوچیک‌تر ایرادی نبودین کسی که تخلف کرده تو باشگاه ما به شما ثابت شده بعد بدترین برخورد کنید شما با کسایی که متخلف هستن باید بدترین برخورد کنید نه با بازیکنی که اون اومد آقا به گفت مثلا من صد من خودم نسبت به قرارداد بعضی کمتر گرفتم آقا عادل ولی این بازیکن حرفی اصلا دم ورود نمیزن اصلا تنها کسی شب بودن باشگاه یک کلمه نمیدونم چرا به فلان بازیکن اینقدر دید اصلا توش موضع بازی من این نیست ولی هی بخوایم بیایم وارد این بازیای رسانه‌ای ببخشید میگم رسانه‌ای بازی بازیای بازیای حاشیه‌ای رسانه‌ای بازیای نمیدونم داوری آقا ما بعد با, با هم با همیشه گفتم تیمی که خارج از تهران باشه تیم شهرستانی مثلا مثل سپاهان ناخواسته داورای ما تمام کسایی که مردم ایرانن بیشترشون اکثریتشون یا پرسپولیسیان ان یا, یا استقلالیان تمام داورا میان صدشون رو بذارن بعد من نمیگم اه بعضتون احساس اون حسه شاید یه تا یه ذره پسرش مثلا کلید کنه بابا خواهش یه ذرهش ولی در نهایت شما تیمی باید باشی اگه هنر اینه با همه چی بجنگی قهرمان بشی چرا نجنگی ما پارسا با یه امتیاز قهرمان نشدیم آقای فروسی بود ما اگه ملوان رو برده بودیم ما قهرمان فصل بودیم هیچ کدومم نمیگفتیم چرا این داوری این بود چرا این نبود یا واقعیت ها رو بگیم الان مثلا تیم سپان دو تا بازی رو سه تا بازی پشت هم باخته پشتم باخته آقا تیم باختن باخت باخت داریم دیگه تیم ها مثلا به نظر خود من اون تیمی که خودمون فکر میکنیم نبود و متاسفانه باختیم آقا ده. ولی من این قرار این باخت هم یه دونه باشه باید بیایم قوی باشیم نگیم ما قرار به بازیم اصلا من این دیدو قبول ندارم اگه ما قبول داریم بازندیم چه میایم بازی میکنیم از همین فردا آقا ما دیگه تسلیم ما دیگه بازی نمیکنیم بریم آقا به خونه همون. ولی اگه میایم بازی میکنیم همه باور داشتیم باشیم که میشه چرا نمیشه الان ما یه امتیاز اختلاف داریم آقا ده. ما باید یه چیزهایی رو به نظر من یه دغدغه دق رو تو باشگاه توی بازیکن تو همه جا اینا یه ذره یه ذره دیدگاه خوب بشه آقا عادل من از از مربیا خواهش میکنم از تمام بازیکن ها خواهش میکنم آقا بیشتر بیشتر به جزئیات فوتبال بپردازیم بیشتر به خود فوتبال بپردازیم. به خدا اینجوری هم به فوتبال کمک میکنیم هم به مردمانی که نگاه میکنن لذت فوتبال بهشون میدیم آقا این بند خدا مرایس فکر کنم یعنی هر اتفاق عجیب و غیر مترقبه ای که در جهان فوتبال میتونسته رخ بده براش تو همین چند وقت رقم خورده از اون داستانی که حالا همه شهر میره مثلا میره سیرجان میره چون هم رفسنجان میره انزلی میبینه زنات تو ورزشگاه هستن بعد اونجا نمیذاره به هر روز از در هتل میخواد بیاد بیرون میبینه یه عالم زن اونجا وایسادن میگه آقا بعد میگه خدا چه خبره مگه میشم چه چی چیزی بعد میره توی بازی تیم حریف نمیاد مقابلش یه دفعه بازی سه هیچ میشه به ضررشون میگه چرا اینجوری شده بعد میره جلوتر بازیکنایی که مثلا کارت بازی براشون ساده شده بود میاد بازی رو میکنه چهار تا بازی رو برده یعنی چهار امتیازشون کم میشه میگه مگه میشه ما رو بردیم تو زمین بردیم بعد دوباره چهار امتیاز بهشون برمیگرده میگه ای ول چقدر خوب شد مثلا چهار امتیاز با برگشت دوباره میاد شش تا بازیکن رو معروم میکنن اصلا یعنی من فکر کنم دوشار یه فلسفی شد تو این یکی دو ماه اخیر میگه آقا چه خبر اینجا چی میگذره ولم هم کنی و بزن اصلا من جاش بدم ول میکردم میرفتم پشت سرم هم نگاه نمیکردم کارت زرد دوم به خود مرایس اخراج میشه کنار زمین سر مربی سپاهان زیر فشار آقای مرایس یعنی شما رو اصلا شما این تصمیمایی که من کنار خط خودم دیدمش یعنی تصویر بود که هیچ موقع من از آقای مرایس ندیدم یا آقایی که هر موقع صحبت میکنه احترام طرفش رو نگه میداره خیلی با احترام صحبت میکنه ولی من ولی این صحنه رو که میبینی حساب کن یه آدمی که انقدر سعی میکنه تو مصاحبه‌هاش انقدر درست صحبت کنه انقدر درست به موقع حرف زنه و میبینید یهو یه از کوره در میره ببینید چه فشاری روی شخص آقای مرایس بوده خب مرایس مطمئنا رزومه قوی داره مطمئنا دوست داره از این رزومه دفاع کنه و وقتی خود بازیکن وقتی ف... مثلا برای روزی به شما بگم وقتی مثلا فنیش آنچنان تو زمین جلو نمیره مطمئنا عصبانی میشه شما این کارت قرمزایی که ما تیم ما گرفت اصلا مخام تو زمین شوک بودم تا ای اصلا برای من عجیب بودم همچین صحنه یهودی هم مثلا فلانی کار زد داره ولی رفته تو دل اصلا نمیتونستم درکشون کنم ولی میتونستم از اون طرفم این درکه رو کنم که میگم شاید اصلا نمیتونه تصمیم درست بگیره یعنی ناخواسته داره اشتباه میکنه آخه مرایستم کنار زمین شوک بود آقا عادل گفت رامین اصلا, اصلا نمیدونست چی میگه آقا در اصلا این حال بده میگم این اتفاق میگم توی سفان افتاده و اگه مدیریتش نکنیم میشیم بازنده هنر یه مربی هنر باشگاه هنر بازیکن اینجاه که باید این تیمه رو جمع کنیم یعنی نباید بزنیم دیگه الان بگین دستا بالا ما تسلیم خود اصلا من اینو قبول نمی کنم. اگه من قرار نیم تو دوم با این تیم برم جلو بازی کنم یه بازیکن همچین باوری اگه داره که ما نمیتونیم همین الان آقا بازی نکنه بگه آقا ما نیستیم خود آقای مرایس همیشه میگه میگه باید با همه چی بجنگی یعنی حرفش من عاشقشم و امیدوارم این هاشیا کمتر بشه مدیریت حلش کنه مربی بزرگی که داریم حلش کنه بازیکن کنه حلش کنن و این باوره بیاد که ما میتونیم و میتونیم هیچ کاری نشد نداره تو دنیا آقای فردوسی هفته ای مثلا چند تا کاشته تمرین میکنی چند تا کاشته میزنی رامین رضایان سر رو میزن توی دروازه گل برای سپاهان اجازه بدید بگم رامین رضایان بگم کریستیان و رزایان. خیلی تمرین میکنم آقا آدم تنها چیزی که میتونم بگم اینه که خیلی تمرین میکنم حالا دروازه واقع کاشته فقط بزو... کاشته کاشت زدن کاشته زدن کرنر ضربات ایستگاهی وای میستم میدونه مثلا رو میگم بیاد این ضرب با هم دروازه خالی سانت میکنم سانت میکنم چون مطمئنا مثلا شما کریستیانو رونالدو رو می‌بینی الان کاشتاش نسبت به زمانی که منچستر بود خیلی فرق میکنه خدا آقای کارلوس کروش میگفت رونالدویی که من اون موقع میدیدم یه ساعت دو ساعت بعد از همه یا صبح می‌دیدم میومد فقط کاشته میزد شما کاشتهایی که منچستر میزد فوق‌العاده بود بعد افت مطمئنا فکر می‌کنم اینجوری باشه کاشت تمرین میخواد شما کاشته رو آقا شما یه هفته تمرین نکنید حتی من میگم من نظر دیده من اینه که سه روز تمرین نکنی کاشتت امکان داره تغییر پیدا کنه چون کاشته شما دقیقا بدونی از چه شخصی عبور بدی و کجا بره ارتفاعش چه جوری باشه یعنی این فقط تمرین میخواد که تمرین میکنه بله با آدمک تمرین میکنه تو 11 تو گل با ضربه کاشته زدی درسته من خودم تا الان دنبالش نکردم. آمارات خیلی خوبه دیگه. الان مثلا الگوت کیه؟ یعنی کی کاشته بیشتر دوست داری؟ من آخه سبکی که میزنم فکر, فکر میکنم یعنی یه جورایی متفاوته اصلا حتی نوع گام عقب رفتن من انقدر کمه بعضی وقت آقای کارلسکاش ایراد میگفت میگونی با این گام کمی که برمیداری سرعت زیاد رو نداری که توپت شدت بگیره ولی خب ناخواسته انقدر تمرین کردم این اتفاق افتاده ولی سبک خاصی نه ولی کاشته دوید بکام به شدت من دوست داشتم جونینیو رو به شدت دوست داشتم خود مسی فوق العاده میزنه خود کریس رونالدو فوق العاده <applause> میزنه دیدید ورد پراس بازیکن بود که الان اومده وست هم نه آقا ببین این فکر کنم با بکام الان مساوی کرده اگه استثنایی میزنه یعنی اولا تنوعی که میگی آقا از بغل به قول خودشون میگن کرلینگ توپ کات کات بده بره از بالای دفاع از این ور دفاع زاویه موافق زاویه مخالف اینا حتما به نظرم این ویدیوش فکر کنم م... م... چند تا نزدیک 20 تا فکر کنم گل زده تو پرمیر لیگ زده این رو به نظرم حتما ببین تو که اینقدر انگیزشی آره و... حتما اینو ببین اصلا یه چیز عجیب غریبیه یعنی رو دست بکام قطعا فقط همین وردپرس هست که خیلی خوبه علاوه بر لیگ تو در رقابت های لیگ قهرمانی آلکل فوق العاده ای داشتی چهار تا گل یا پاس گل که اصلا واسه یه دفاع راست آمار خیره کننده ای هست و در تیم منتخب مرحله گروهی هم قرار گرفتیم. ما بازیایی که داشتیم تو آسیا آقا خیلی سخت بود بعد اون اتفاقی که بازی با الاتحاد افتاد خیلی شرایط سختی بود و تو همچین گروه بخوای بیای صعود کنی خیلی سخته مثلا اون تیم عراقی خیلی تیم قوی بود و ما اون ده نفره شدیم دقیقه نیمه اول و جمع کردیم و واقعا یه تیم واقعی بودیم اون روز و من کیف کردم کنار این بازی کنم و لذتشم بردیم سعود کردیم مطمئنا این انفرادی ها در کنار کار تیمی به چشم میاد و خوشحالم که این, مسیری که دارم در تیم خوب سپاهان دارم تایی میکنم بچه ها همیشه کنارم هم بودم و از تمامشون تشکر میکنم ما خیلی باعث افتخارم بود که حالا رامین که از قبل دیده بودیم با هم دیگه بالا پایین با هم زیاد داشتیم دعوا با هم دعوا که نکردیم با هم بسیاری مثلا اختلاف نظر با هم داشتیم و اینا اما امشب این فکر میکنم الان هفت ساعت حدودا که با هم بودیم یکم زیاد گفتم من 5 ساعته که ما 6 ساعت با هم بودیم من که واقعا لذت بردم و از رامین عزیز که بدون شک یکی از بهترین بازیکنان این دو دهه اخیر فوتبال کشور ما بوده خیلی ممنونم تو سخت کوشی، تعهد، مسئولیت پذیری، اراده داشتن و معنا کردی نشون دادی که درس فوتبال چه رشدی میتونه یه بازیکن بکنه و به لحاظ شخصیتی هم که گفتم چقدر خوب و دوست داشتنی بودی و صحبت پایانی با مخاطبین فوتبال 360 عزیزانی که فوتبال 360 دنبال میکنید راه درستی رو دارید میرید با کسی هستید که من آرزو داشتم یه روزی از نزدیکشون رو ببینم تو جوونیم و براش تلاش کشیدم زحمت کشیدم تا به تلویزیون بیام مسیر خیلی سختی رفتم از شما خواهش میکنم این مسیر رو که اومدی همیشه پایبند باشید به کسی که سالها حمایتش کردی سالها کنارشون بودید اینجور, اینجور موقع خیلی بیشتر بهتون نیاز داره کسی که در کنارتون بود همیشه و من واقعا افتخار میکنم وقتی دقایقی وقتی لحظه ساعت‌ها ها وقت گذروندم اینجا ولی لحظه خسته نشدم و این باعث افتخارم بود